شب، همون شبیه که من بدون تو خونه میرم. امروز همون روزی بود که قلبمو زیر پات له کردی. مست و باطیلم کردی، مگه این رسم مستی و راستی؟ شاید فردا خوب بشه این جای زخم قدیمی من. سلام دوستان، من رام هستم و خوش اومدین به برنامه مستی و راستی. یه لحظه اسم برنامه رم دوست شدم برفت. من ببخشید یه چند وقت پادکست ندادم. چند وقت یعنی برای شماهایی که خیلی بد عادت شدین خیلی عادیه، یه هفته است فقط ندادم. مردم بهم هی مسیج میزنن تو رو خدای اپیزود دیگه. خودم بعضی وقتا کف میکنم که هنوز کسی داره گوش میکنه این چرندیات منو. ولی برای شما که اگه تازه اومدین به این برنامه توصیه میکنم از اپیزود 1 شروع کنید تا دستتون بیاد. معمولا خودم یا مهمونم مست و چت میشینیم با هم دیگه، حرف میزنیم و درد و دل میکنیم و از این حرفا. اگه دوستان این کارامو دنبال کنید توی سوشال میدیا با هندل @kingram KINGRAAM میتونید منو پیدا کنید تو اینستا، یوتیوب، تلگرام و جای دیگه. راستی یه سینگل جدیدم به اسم هانگری گوست دارم میدم بیرون یه چند روز دیگه با موزیک ویدیو. اون اومد بیرون، لطفاً شیر کنید و کلیک کنید روی لینک یوتیوبش. کار ویدیوشم از دوست عزیزمون کسرا، آقای سیاهکل. اگر هم دوست داشتین که دونیشن بدین و تو فاندینگ آلبوم کمک کنید که یا پروژه های مثل این پادکست رو بتونید همچنان ادامه بدم، میتونید برید gofundme.com/kingram یا venmo @kingram یا بیت کوین برام بفرستین اگه دوست داشتین. و مثل همیشه میگم توقعی ندارم که یک سنت هم کسی بفرسته، ولی اگر ساپورت بتونید بکنید این همه کانتنت میسازم که دمتون گرم. خب مهمون امروز که نیازی به مقدمه نداره، یک فن فیوریت به قول معروف و سلام علیک جیسن شمس خودمون. آره دیگه. و هندل جیسن هم توی اینستاگرام هست @disobedience. خود سپلش کن، من نمیتونم، حالا ندارم سپل کنم، یا بعدا تگت میکنم دیگه. همون داره جایی که این ملت میذارم پلی میکنم میبینن دیگه. چی میخواستم بگم بهت؟ خوبی جیسن؟ دنیا خیلی قراقاتی شده، همه چیز رو خیلی خر تو خر بعد فهم داستان چیه؟ داستان دیگه فکر میکنم همه در جریانن دیگه، این داستان پلیس آزاری، ولی پشت لایه‌هاش اینه که یک عالمه ملت به دلایل مختلف ناراضی، حالا پشتش کرونا، پشتش این، پشتش اون. بعد ولی خب دیگه پایین ترین حلقه جریان واقعا افراد سیاه‌پوست توی شهرهای بزرگ تحت فشار پلیس، مردای سیاه‌پوست که کشته میشن و جرقه‌ای زده که همه جا داره میگیره دیگه آتیشش. قبل از اینکه شروع کنیم فقط تو جونت تو میخوای بزن؟ دارم میپیچم. آره بانگمو گم کردم تو نیم وجب خونم، نمیدونم کجا. اصلا مگه میشه آدم توی ماشین یه بانگ گم کنه؟ نه دیگه. ببین این چیزاست که مثلا من اصلا تصور میکنم که میخوام با تو زندگی کنم یا برم یه فارم و این همین چیزاست که حرصمو در میاره. باید فضای مستقل داشته باشیم. من فضای خودمو دارم توش خر تو خر. بعد اصلا فضای کم که باشه، فضای همدیگه رو توش با همدیگه شیر میکنیم یه چیزایی بالاخره. خب همون دیگه، اون فضا یه چیز دیگه است. بعد اتاق من همیشه به هم ریخته است. نه ولی تعادلش اینه، هر کی فضا خوش داشته باشه توش هر کاری بکنه. آره من همیشه طرفدارم که آدم تو حریم شخصیش آزاده که هر گویی میخواد بخوره. امروز داشتم به بچهای کامیونیتیمون داشتم توضیح میدادم اینو. فقط اون جاهای عمومیه که ترجیحاً یه ذره آدم ترجیحاً توش بانگو گم نکنه و اینا، خب خیلی قشنگ میشه. آره نمیدونم کدوم گوریه ولی اب نداره، همیشه راهی هست. هم علفتم میپیچم فعلا. مثلا من از این سیگار آهنی وان هیترا دارم، از اونا سری میچاقا میزنم جواب نمیده آخه اون یه کامه که خب چند هی پارش میکنه پادکست شو بپیچم. یا اونو من یا از این پایپامو پر میکنم میزنم. من حال سر رول کردن ندارم، من رول دوست دارم به خاطر اینکه میپیچی و دیگه میشینی آخرش روشن میکنیم. من اتفاقا الان رفتم بسکتبال بازی کردم و انقدر چسبید برای اولین بار بعد از چند ماه با یه سری بچه جوانای محل. من اون قشنگ آقا جونه بودم، واسه بچه بودم میشه یه پیرمرد میومد بازی میکرد تو زمین بسکت. من حالا من اون آدمه شدم. خیلی خنده. آره. من تو همه زمینا احساس میکنم. ولی چی فکر میکردم تو پلی گراوند که بودم رفتم یه ذره اول رو تابا بازی کردم چون جوینت هم زده بودم قبلش. یه ذره های بودم، بعد داشتم رو تاپ بازی برای خودم داشتم موزیک گوش میکردم، خیلی توی فاز خودم بودم، داشتم حال میکردم، همینجوری موزیک خیلی گرووی و خوب داشتم مش میخوندم و میرقصیدم روی تابه. یکی رد شد خیلی چپ چپ نگام کرد، گفتم شت مثلا یه مرد گنده اومده. یعنی الان دنیای امروز این یه تصویر وحشتناکیه فکر میکنم. بعد داشتم به این فکر میکردم که دوره که ما تو 1980s تو آمریکا بزرگ شدیم با ما از 3 سالگی مثلا تنها بودیم تو خیابونا. ماما مینداختم ما رو اول صبح تو کوچه برو تا شب بعد بیا خونه. تو ایران هم همینطور. آره تو ایران هم همینطور بود. آره این حالا تخته میشه میافتین کل بازی. بعد اصلا این ایده مثلا اینجوری نبود که مثلا یکی هم مثلا یه چه میدونم یه آدم زیر سمبالاتری که مثلا تو پلی گراوند بود مثلا توهم نمیزد که یارو پدوفایل یا کسخله یا هر چی و فلان. الان انقدر همه چیز همه اولترا سنسیتیو رو همه چیز. آره من فکر کنم اون موقع هم بودم پدوفایل بابا، همش تو خیابون رو میرفتیم دنبالم چند با کردن. آره درسته در رابطه داستان رو صحبت کردیم اینجا، ولی بازم داستان هست بابا. بچه بودی تو ایران و موتور دنبالو میکردن میدویدیم فرار میکردیم بود اون موقع بود، ولی اینقدر نمیترسیم میگفتیم گروه باباش بعد از سمتش پرت میکردیم میرفتیم. حالا یه تراماش هنوز داریم باش برخورد میکنیم. آره اونم وضعیتی بود. ولی داشتم فکر میکردم که یه کانسپت از این کانسپت های فقط احمقانه ای که تو چتیوهای آدم میگیره داشتم فکر میکردم how about a playground for adults. زمین بازی بچه‌ها. خب لاس وگاس دیگه قمارخونه. نه ولی منظور من دقیقا همین مثلا سورسرای زره گنده‌تر و مثلا تابای خفن‌تر و خیلی چت‌تر مثلا، ولی فقط برای آدمای مثلا 30 و خورده سال به بالا. اون سایز گنده یعنی دقیقاً این بازی زمین بازی بچه‌ها و دقیقاً از اون فکرای احمقانه چتی بود. خیلی حال میده ولی you might be onto something. شاید یه بگیره. آره. الان فکر کنم این ایدمو تو برلین یکی میدوزه اونجا خوراکش هم چیزی پیاده کنن. نه واسه من خودم چت میکنم میرم میشم کتاب. عالیه. ببین جیسون بیا از این داستان که الان دنیا ترکیده چند تا نکته. اول من یه ذره دوز ادوکیت بازی میکنم و از تو یه سری سوال میخوام بپرسم که اگه بتونی توضیح بدی به شنوندهامون، چون الان یه سری آدمایی هستن نه آره ببین یه آدمایی هستن چون میگم سوال پیش میاد دیگه که میگن all lives matter. ببین واسه چند تا آروغم گرفت انقدر آبجو خوردم. این all lives matter چرا حرف این مشکل این حرف چیه؟ میتونی توضیح بدی؟ آره مشکل این حرف اینه که Black Lives Matter از اونجایی بلند شده که تو داری یه چیزی رو میگی که چون خلافش وجود داره معنی پیدا میکنه، یعنی این که به زندگی از سیاه‌پوستان اهمیت داده نشده و حالا یه سری مادرای افرادی که بچه‌هاشون کشته شده با همدیگه از شهرهای دیگه مختلف هماهنگ شو کردن اینجا جنبش شروع کردن که آقا جون Black Lives Matter زندگی سیاه‌پوستا اهمیت داره. بعد برای اینکه بیان از این از قدرت این کم بکنن یه دونه آلترناتیو رو انداختن که All Lives Matter. یعنی چی؟ یعنی اینکه دارن میگن نه Black Lives Matter اشتباهه، حرف شما اشتباهه، همه زندگی ها اهمیت داره، فقط چیز سیاه‌پوستا اهمیت داره. ببین ترولینگ خیلی ترولینگش که فارسی نمیدونم چیه ولی یه جوری ترولینگ میدونم چیه فکر کنم، من فارسیش نمیدونم چیه ولی ترولینگ میگم. یه ترولینگ خیلی خاص و مشخصیه که در راستای اینه که از Black Lives Matter کم بکنن. کسی نگفته only Black Lives Matter، کسی نگفته فقط زندگی سیاه‌پوستا اهمیت داره که تو بگی نه تو که میگی زندگی سیاه‌پوستا اهمیت داره پس همه زندگی اهمیت داره. مسئله اینه که در جایی معنی میده که زندگی افسیاپوستا بهش اهمیت داده نمیشه، مهم نیست، و تو بگی که آهای زندگی سیاپوستا براش مهم نیست. هزار تا مثال هستش تو اینترنت، چون الان این جدال مام هستش، میدونی این جریان تو جایی الان قرار داره که خیلی حساسه تو این جنبشا، یا سرایت بکنه به بقیه بخشای جامعه، یعنی کسایی که توش مشارکت نکردن بیا مشارکت کنن، یا اینکه همینایی که مشارکت دارن میکنن عقب بکشن به خاطر اینکه مثلا خشم بشه یا مشروعیتش زیر سوال بره یا به هر دلیل بشه کوچیکو رادیکال از این بره. توی این منطقه که بخوام مخ ملت بزنم، ملت که حالا حواسشون نبود همین زندگیشون میکنن، برای اولین بار دارن نگاه میکنن به موضوع، شاید بگن ای راست میگه all lives matter یعنی چی. خب این چیزا معنی میده فقط توی خارج از چارچوب و کانتکست اون پیشینه این جنبش. وقتی که تو داری میگی Black Lives Matter بعدی که در جوابش میگه نه All Lives Matter، نکته اون نه است، نکته اون All Lives Matter نیست. ما میدونیم همین زندگی اهمیت داره. مثلا میدونیم چیونه مثالی که میزنن، هزار تا مثال دارن میزنن. مثلا میگن که تو فرض کن که توی یه دونه خیابون 4 تا خونه آتیش میگیره، بعد داتاشنشنی میاد 3 تا خونه رو آتیشش روشن میکنه، اون یکی آتیش گرفته، تو میگی آهای این خونه اهمیت داره. بعد یکی دیگه نه همه خونه ها اهمیت داره. خیلی خوب، ولی من دارم میگم خونه که آتیش گرفته کسی که نمیرسه به خونه اهمیت داره، تو داری میگی نه بل بریم راجع این بحث کنیم که نه همه خونه داره تا این بسوزه. با پیشینه چیز میشه و با مشخص میشه و با نیت اصلا افرادی که این رو انداختن مشخص میشه، چون تو کلمات رو از شعارمون هم داریم استفاده میکنیم، بعد از شعار رو تنظیم میکنیم در راستای عاطفه خودش، در راستای کاستن از خود جنبش، برای همین نجات پرستیه. بعد اینایی که من میگم بازم دارم دیوز ادوکیت رو بازی میکنم، میخوام برای اینکه لازمه برای اینکه بچه‌ها بفهمن که این پوزیشنایی که مخالفن در جوابشون چی با داده بشه. آره آخ سرطان، سرفای سرطانی شروع شد. بذار من یه قلوب بربن بزنم تو این اینا بدتر بوده این مدت. آخ بگو. بذار من یه قلوب بربن بزنم تو که داری سرفه میکنی به سلامتی سینه خیلی قشنگ تو. هوا گرم شده ولی آبجو یخه میچسبه، خیلی میچسبه. در ادامه این داستان و اینایی که آرگیو میکنن که بابا اینا they don't really care، خیلی اهمیت نمیدن، ورچو سیگنالینگ میکنن، یا میگن این پروتسترها اینا که دارن تظاهرات میکنن لوتینگ میکنن، میدونن مغازه رو میشکنن. میگن ببین اینا اصلا براشون مهم نیستش. و ببین تو ایران مثلا مغازه ها رو نمیشکوندن دراشون، این مردم مثلا پشت یه کاز بودن. در جواب این باز چی میگی که این دیدگاهی که همه دارن که البته خب به نظر من تو حدودی واضحه ولی بهت میذارم تو خودت بگی. چند تا موضوع اینجا هستش. یکی این که این اتفاق تو ایران هم یاد میافتاد، میگفتن که اینا ارذلو باشن، بعد عکسای آتش سوزی و خس و خاشاک کردن و پلیسای خونی رو نشون میدادن که بگن ارذلو باشن. یکی این که اصلا کلا این جریانا بشناسین که بیان انگ ارذلو باش بزنن به این داستان. بعدم میدونی یه سریام حتی آرگیو میکنن که اینستیگیتوری این آژان پرووکاتورتوری هم میارن مثلا که شلوغش کنن که بقیه هم یا جو زده بشن. خب آره. ولی نمیدونم حالا چقدر اون واقعیت داره یا نه، اون خودش جای بحث داره. ولی همه ایناست، ترکیبی از همه ایناست، چون یه نفر نیستش که تو هر گوشه آمریکا داره یه اتفاق میفته. خب یه سری هم خب میان اینستیگیت میکنن، یه سری اصلا بگیم دزدن. ببین تو الان نارضایتی توی انواع جنبه‌های مختلف بالاست. هر تو بگی این که سنگ پرت کرده مثلا سمت شیشه دلیلش این بوده یا اون بوده، حالا یکی دلیل دیگه داره. من میتونم بگم که سطح کل این خشونت خیلی پایین تره، یعنی ما می‌بینیم توی تمام شهرها تو همه کوچه‌های مملکت دارن تظاهرات میکنن. بعد اون روزای اول سر جنبش سازم ایران بود، من یادمه روز اول خیلی وحشتناک بود، خیلی پر از حوادث بود، من به چشم خودم دیدم که چجوری برخورد میشد بین پلیس و افراد. خب اونجا باز خشونت پلیس خیلی بیشتر بود، ولی خب عکس العملش هم بود، همون اولش بود، ولی بعدش چقدر چیز شد، چقدر مسالمت آمیز شد. اینجا هم خیلی سریع مسالمت آمیز شد، یعنی وقتی که به غیر از اون عکس العمل روز اول توی میشیگن و اینا. آره ولی جنبش سبز بعدش دوباره کلی آدم کشتن و اینا. خب حالا جالب این بود، جالب اینه که حالا برعکس میشه، حالا اصلا عامل خشونت پلیسه. و اینکه مثلا بر فرض مثال تو اگر ببینی که یه نفر یه جای آتیش گرفته، تو نهید یه دقیقه قبلش چی شده بود، نهیدی مثلا ملت به اونجا پناه آوردن، بعد پلیسا ریختن اون تو، بعد اینا مثلا درگیری شده و بعد مثلا اونجا رو آتیش زدن. می‌بینی چی میگم؟ ما می‌بینیم همه تو فیلماش هستش همه، و خب خودم تو چشم خودم دارم می‌بینم که تجمعات مسالمت آمیز هستش. بعد تو تجمعات مسالمت آمیز اگه نفر بخواد خشونت بکنه، کسی چیز نمی‌کنه، کسی این واجب چیز نمیشه، خود به اون نمیپیونده. آدم‌ها همه دوستن مسالمت آمیز باشه، ولی وقتی پلیس میریزه، 4 نفر که مثلا یه نفر میگیره، 4 نفر میریزن سر پلیس، اون 4 نفر دیگه که مسلمت میتونن کمکش میکنن، اصلا یه خرط و خرط دیگه میشه. بعد مسئله اینه که انتظار میره از پلیس آمریکا که تعمدیده باشه. برخلاف ما میدونیم که مثلا دیدم دیگه، هم اینجا دیدم هم اونجا دیدم، میگیم پلیس ایران حالا مثلا دست اینا رو از پشت بسته، نه مقایسه بکنیم کارایی که اونجا کردن. ولی مسئله اینه که آمریکا جاییه که طبق تفسیر اول قانون اساسی چیز حق آزادی بیان حفاظت شده است. یعنی اینکه این پروتست، انقدر اعتراض، انقدر بخشی از فرهنگ آمریکاست، فرهنگ خود رسمیش، نه فرهنگ مثلا زیرزمینیش، که محیط برای اعتراض همیشه فراهم میشه و هر وقت هم که بشه پلیس حفاظت بکنه و فلان فلان. حالا همون پلیس ببینیم حساس دیگه، همون پلیس که داریم علیه خشونت همون پلیس اعتراض میکنیم، میاد خشونت میکنه، بعد ببینید چرا عکس العمل نشون دادن. این یه موضوعه که حالا بعد توی همون توی قالب محتوا که کجاش درگیری شده، کی اول زده، کی چیکار کرده، این دو موضوعه. یکی هم ببین مسئله اینه که مال و اموال، این یه چیزی که نگاه خاصه که توی جامعه کاپیتالیستی ما شکل میگیره. میدونی وقتی که مال و اموال مال افراد، مثلا این مغازه این باباست، مغازه باباست، یه چیزه، ولی وقتی که در سطح کلان دارن یک سری شرکت ها کمک میکنن به پلیس یا جلوگیری میکنن از جلوی افراد میگیرن توی مثلا حالا به هر نفع کمک میکنن و اینا، و اونا خودشون هدف قرار میگیرن و توجیه حتی کسایی که حتی میگم دیگه مثلا دیگه طیف دیگه، یکی اسارت آمیزه، یکی مثلا حواسش نیست، حتی اونی که میزنه شیشه مغازه رو میشکنه، حرفش اینه که زدن میزنن آدم میکشن، من میزنم مغازه خورد میکنن و این مغازه پول میده که اونور برن باز آدم بکشن. اونجا که تو تارگت، اول مغازه تارگت بود دیگه، تارگت بود توی منیسوتا که بحثش بود، اونجا تو منیسوتا که آتیش کشیدن تظاهرات کنندگان، من نمیگم درست و غلط، ببین من فقط میخوام عادلانه نگاه بکنیم، تظاهرات کنندگان رفتن اون تو شیر بگیرن و وینگر سرکه بگیرن و اینا که چشاشون رو مثلا پاکان گاز و اشکاور خرد و خرد دارن میزنن، بعد راهشون ندادن، بعد اونور فشار پلیس داره هولشون میده، بعد اونور خرد و خرد دارن پناه میارن، بچه کوچیک فلان، بعد اینا راهشون نمیدن، بعد یکی قاطی کرده سنگ زده شیشه رو شکونده، بعد همه ریختن تو. خب این چی میگم، اونور بیزنس های دیگه بودن که کمک کردن. آره ولی مثلا یه سری آدم دیدی که هستن میدون توی مغازه، دیدم مثلا فیلمه یه دختره یه دونه کوک فقط دوسیده، مثلا اون درگیر اون کوکه نبود، $1 اون مثلا پولی نیست، با اون دویده بود بیرون. ولی نه، حرفی داری میزنی درسته کاملا، منم باهات موافقم، میفهمم. و من در ادامه حرف اینو بگم که ببین داستان زانو زدن که یه NFL فوتبال پلیری به اسم کالین کاپرنیک شروع کرد یه چند سال پیش، و زمان اجرای سرود ملی تو بازی‌های فوتبال آمریکایی‌ها این زانو میزد در اعتراض به خشونت پلیس. بعد کلی داستان شد توی آمریکا و اصلا دیگه بیرونش کردن از NFL و کلی یه موومنت اصلا شد این حرکتش. که آقای ترامپ حتی امروز یا دیروز توییت کرد که آقا نو نیلینگ، کسی زانو نزنه. بعد از اونور نخست وزیر کانادا اومد با یه سری آدما اومدن با یالم سفیدپوست اومدن زانو زدن در حمایت از اینا. و چیزی که میخوام، یعنی پوینتی میخواستم بهش برسم اینه که خیلی راههای مسالمت آمیز سیاه‌پوستا انتخاب کردن. میدونی از این ور آدمایی که ضد بلک لایوز ماترند، خیلی هاشون میگفتن که بابا این راه درستی نیست برای اعتراض. بعد اونا جوابش هم اینه که آقا ما هر راه مسالمت آمیزی بود امتحان کردیم، به ما توجه نکردیم، باز کشتین ما رو، ما باز با ترس و وحشت تو خیابون راه میریم. این حس رو شما میتونید بگید که شما هم میکنید؟ درسته. و اینکه ما اعتراض، ما واقعا نمیتونیم به افراد سیاه‌پوستی که تو هم زندگی میکنن بگیم که چجوری اعتراض کنن، چه حسی داشته باشن، با اینکه این حس اوناست و اینکه ما فقط میتونیم درکش بکنیم و یه جوری حمایت بکنیم. بعدم می‌بینیم واقعا کسی آشوب نمی‌کنه. من می‌خوام اینو بگم، این نکته اول این بود که می‌خوام اینو عرض باشه، یعنی این تغییر بدم به این جریان. این جریان خیلی گسترده‌تر از اونه. به حرفتون کاملا درسته. جمله معروفی که هستش که میگه که وقتی که، حالا نه این انقلاب نیست ولی منظورش اینه که میگن که وقتی که همه کارا چی بود، وقتی که هیچ چیزی، وقتی که تغییر ناممکنه، انقلاب inevitable، جوش غیر قابل انکاره، یا مثلا نجوش نمیشه گرفت. خب وقتی که تغییر ما غیر ممکن کردن، اون وقتی تغییر غیر ممکن کردنشه که مورد بحثه، که تغییر غیر ممکن شد، از تمام ابزار استفاده کردن، سالها استفاده کردن، از اول استفاده کردن. مارتین لوتر کینگ ما حرفش میزنیم ولی مارتین لوتر کینگ کشتن، اینو حرفش نمیزنیم تو تاریخ. میگیم والا مارتین لوتر کینگ نمونه خوبی از مبارزه مدنی بود. خب اون ورش اینه که مارتین لوتر کینگ همه کارو کرد، زدن کشتنش، الان هم این سال بعد، چند دهه بعد تو خیابون روزانو میشن صورت یارو، خیلی هم البته موفقم نبود. میگم چی میگم، برای همین به اینجا میرسه و ولی من یه چیزی میخواستم بگم. در ببین این ببین، من فکر میکنم که سفیدپوستا به خصوص، بقیه ما فرهنگا، ما هم مثلا خب پیپل اف کالر، ما کولتر و ریلکس‌تر احساس می‌کنیم. البته ما نجات پرستی خودمون هم داریم، ما فرهنگامون رو، اونا رو بعداً میتونیم در مورد چرپ بزنیم واقعا. ولی چیزی که ما الان روش می‌تونیم فوکس کنم این سفیدپوستای اینورن، که اولا من خودمم و مطمئنم تو هم، نه تو کمتر چون قیافت دقیقاً بین همونجوری که قبلا گفتی، مثلا منم تجربه کردم نجات پرستی رو چند بار. و الان ولی این سفیدپوستای خیلی پروگرسیو که میان خیلی حرفای قلمبه سلمبه میزنن، از اینکه پروگرسیو ان زانو میزنن، میگن I denounce my privilege، من اون امتیاز خودمو پس میدم و وا میدم. این من فکر میکنم خیلی یک واکنش سطحیه، یعنی در عمق این چیزی رو حل نمیکنه. یعنی فقط همین این داستانیه که میان جلوی بقیه خیلی خوشگل نشون میدن خودشون که آره ما هم درک میکنیم فلان. حالا شاید این حداقل ترین کاری که باید کرد، نمیدونم، شاید اصلا کار بیهوده و احمقانه ای باشه. ولی این چجوری میشه این داستان فقط یه ترند نباشه؟ یعنی سوالی که میخوام بهش برسم اینه که الان تو ناکن میدیا این داستان توی 50 تا استیت پروتست بود، تظاهرات بود و 18 تا کشور دیگه به غیر از آمریکا سر جورج فلوید. بعد میگم یه سری آدمایی هم که دوباره میگن اینایی که من نمیگم این حرفای آدمای دیگه که بحث میکنن که میگن آقا ببین مثلا میدیا آمریکا انقدر قوی که مردم به خاطر یه نفر اینجا مثلا منیپوله شدن که اونور دنیا بریزن تو خیابون و فلان و اینا. از اونورم دیگه مقامات ایرانی هم سریع سوء استفاده، ببینید اینا چقدر اصلا انقدر آره همه میریزن واسه اون، انقدر هرسمو در میاره، اونا اصلا میان فک میزنن. ولی میخوای اینو ادرس کنی این پوینتو؟ ببین چند تا موضوع گفتی. اون اولیش که میگی سطحیه، خیلی یه ذره درک عمیق میخواد از این جریان نژاد و چجوری داستان این سفید و سیاه اینا، که خیلی بدون اون پیشینه عجیب میاد که تو بگی من اصلا سفید بودن خودم انکار میکنم، یا نه که انکار میکنم، برای مثلا اون چی میگن امتیازی که دارم و پس میدم از این حرفا. ببین هیچ و همین آخرش اولش میگم که همچین عجیب غریبه که بعد توضیحش بدم، هیچ نوعی درستی برای سفید بودن وجود نداره. تنها راه درست سفید بودن شرمندگی از سفید بودنه. خب چرا؟ به خاطر اینکه سفیدی اصلا هیچی نیست. سفیدی رو اختراع کردن که بیان بگن حالا هر کی سفید نیست یه مدل دیگه داره. بعد جالبیش اینه که این سفیدی تغییر کرده، یعنی اینکه سالهای گذشته مثلا افراد ایرلندی سفید نبودن به این نوع سفید. می‌بینی چی میگم؟ مثلا تو که مثلا ایرانی هستی، رنگ پوستت یه خورده تیره‌تر از منه، من مثلا سفید باشم تو سفید نباشی، اختراعش فرق میکنه. مثلا کسی که سیاه پوسته سیاه پوست نیست، کسی که سیاه پوسته از میتونه از مصر باشه، میتونه از جنوب ایران باشه، میتونه از شمال آفریقا باشه، میتونه غرب آفریقا باشه، شرق آفریقا باشه. سیاهی رو هم همین افرادی که نجات پرست بودن اختراع کردن. یعنی اصلا کلا ترسیم دنیا به این گروه‌های مختلف توسط همین سفیدپوست انجام گرفت که گروه خودشونو تمایز بدن از گروه‌های دیگه، بگن آها اینا زردن. حالا ببین این موضوع که پوست یکی تیره‌تر از یکی دیگه است و من نمیگم آدم که کور نیستم میبینن که پوست آدم دیگه تیره‌تره، بعد بگن خب اون سیاه این سفیده. اما اینکه گروه بندی بکنن افراد رو به این نوع خاص خیلی سازماندهی شده، این مدل این کار کلا نتیجه کلونیالیسمه و چیز هم هستش. در بین این گروه ها هیچ افتخاری نداره که تو اون گروه باشی که از همه بیشتر همه رو کشته و بر حال رو امتیاز سواره. خب و این میشه که میگه ببین این میشه که اگه من یه سفید پوست هستم فقط میتونم از این شرمنده باشم، بخاطر اینکه اگه نفس میکشم از یه سری امتیاز بهره بردم تو زندگیم که مساویه با زجر دیگران بوده، یعنی روی شونه دیگران من راه رفتم. و تنها کاری که میشه کرد جیسون بغل میکروفون کجا داری حرف یه جا حرف بزن که ازار چیز پات خیلی میزنه توی میکروفون. ببخشید چیزه گوشتی که خورده بلند شدم شدم راه رفتن و حرف زدن و با هیجان بیا الان درستش کنم. بعد دلم داشت میخورد به میکروفون. بعد چیزه یک فکر کنم حرفم تموم شده بود دیگه. نه چند تا آخه من پوینت گفتم، یکی همین حالا فعلا این داستان این درست میگه در مورد سفید پوست. آخه اینم هستش که خب به خاطر کلونیالیسم و تمام این چی میگن این اکسپنشنیسم خیلی یوروسنتریکی که این چند قرن قبلی همش دوچارش بود دنیا، تا اروپایی رفتن گاییدن دنیا رو دیگه. بعد تو نمیخوای به اون گروهی باشی که همه رو گاییدن که هنوزم دارن میگن. آره نمیفهمم اینو، ولی میگم بازم دارم دیوز ادوکیت رو دارم بازی کنم. ولی مثلا اون یه بچه‌ی سفیدپوستی که مثلا دنیا اومده، مثلا میدونی یعنی اون چقدر خوب نقش، مثلا منم اصلا چم جدم مثلا یه طرف مثلا به یه کسی میخوره که یه کار احمقانه ای کرد، یعنی من تو چقدر با جوابگو. خب مسئله اینه که مسئولیت رو تو به چی بست میدی؟ مسئولیت درسته که در قبال کارهایی که میکنی هستش، ولی همچنین مسئولیت در قبال فرصتهایی که به دست میاری هستش و هزینه که باعث اون فرصتها پرداخته شده. اگر به دومی هم بستش بدی، بعد تو لازم نیست از این، یعنی شرمندگی از این جریان پایان راه نیست، اول راهه. تو این رسمیت میشناسی، بعد دیگه راست نمیری تو زندگی بگی که مثلا من با یک آدم دیگه مساویم، نه تو امتیاز این حساب بمون. همین میدونی چی میگم؟ آره. این شرمندگیه، این در همین حده. و بعدم این نیستش که مثلا آدم سفید پوست نمیتونه از چیزی به چیزی افتخار بکنه، به سفیدی خودش نمیتونه افتخار بکنه، بخاطر افتخار نداره. میدونی چی میگم؟ برای همین وایت پاور و اینا هم همه نژاد پرستی اتوماتیک. بعد برای خب مثلا میگه چرا مثلا آدم سیاه‌پوست بتونه به خودش افتخار بکنه؟ حالا بگیم حداقل میتونیم بگیم که این مملکت افتخار نیست، میتونی کلمه دیگه بهش بذاری، برای بر روی شونه‌های اونا ساخته شده و همین الان داره زجری بره از یه سری عدم امتیاز توی زندگی. و اگه به جای برسه که من هستم، بله باید افتخار بکنه، بخاطر اینکه جون بیشتر کنده. خب اگه به جای برسیم که همه افراد با هم مساوی بشن، حالا اون موقع میتونیم حرفشو بزنیم که آره به سیاهی خودم مثلا افتخار نکنم، به مثلا چی. ولی تا اون موقع تو اتوماتیک، چون آدم سیاه‌پوست هستی، اتوماتیک یه سری وزنه وصلن به پات از اول زندگی، به هر چی که میرسی باید بیشتر از آدم دیگه افتخار. من مثلا برای همین میخوام 100% بچه‌م میکس باشه. من اصلا میگم بهترین راه دنیایی که همه همدیگه رو بکنن، بچه‌ها اصلا همه بژ بشن، رنگ قشنگ بین سیاه و سفید قشنگ بژ رولوشن باشه. من میکسم ولی رنگ پوستم نیستش. نه مهم نیست که، ولی در دلت تو دیگه میکسی. در دلت میکسی. آره هستم واقعا. ولی آره دیگه این حل میکرد مسئله دیگه. همه اگه میکس ریس، آقا این از هر کی داره گوش میکنه، بریم با یه چیزی که اونور دنیاست کاملا با خودتون فرق داره ازدواج کنید که بچه‌هاتون میکس در بیاد. اینجوری دنیا یه ریلکس تر بشه. ببین بعد این خیلی چیزها خیلی مهمه، چون میگیم ساده است حرفش ولی واقعا اتفاق نمیفته. واقعا نمیریم تو خارج از دایره اجتماعی خودمون معاشرت بکنیم و ترسی داریم که وقتی میری میکنی چقدر شیرینه. می‌بینی چی میگم؟ یعنی مثلا با یه آدم دیگه که مثلا حساب بهش جذب میشم که اصلا با یه پیشینه خیلی متفاوت و نژاد رنگ پوست خیلی متفاوت و همین همیشه از بافت اجتماعی خیلی متفاوت از خودم، چقدر مثلا رابطه جالبی ایجاد میشه تا مثلا با آدمای مثل خودمون بپریم و همه عین هم لوکس. آره این من که خدا رو شکر خب این خیلی آدمی بودم که اهل تنوع بودم و همیشه هم خود منو که میشناسیدی، من همه جای دنیا دوست دارم، تو هر شهری تو این کره زمین هر جایی که تا رفتم واقعا با یالم آدم جالب رفیق شدم. و این اصلا داشتم اتفاقی چیز جالبی ابزرو میکردم توی ونکوور. مثلا امروز هم داشتم با همه بچه‌هایی که بازی میکردم بسکتبال، همه چینی بودن. اینجا خب خیلی زیادن دیگه، هم مینلند چاینا هم هنگ کنگی اینجا خیلی یعنی هستش توی ونکوور. و خیلی هم بچهای کولی بودن و با هم گفتیم بعد مثلا من دقت کردم تو این همه سالی که کانادا بودم اتفاقا اینجا خیلی ادعای مالتی کالچورالیسم بیشتری میکنن از آمریکا، ولی من توی آمریکا خیلی بیشتر حس اینو میکنم که با همه جور آدم میتونم کنار بیام. اینجا خیلی بیشتر آدمای نیمچه میدل کلاس به بالای مهاجرین، چون خیلی کشور جوونیه، از آمریکا هم جوونتر کانادا. اینجاها زندگی میکنن و توی حباب قشنگ خیلی یه کشور خیلی تر و تمیز لیبرال کاپیتالیستیکه که همه چیز منظم تر و تمیز، ولی روح نداره اصلا. حالا درسته. و این آدمایی که توی اون پاکت‌های کامیونیتی خودشونن، سفید پوستا خیلی سخت آدما رو من از های اسکول یادم این داستانا که های اسکول همه ایرانی‌ها یه گوشه بودن، کره‌ها یه گوشه، چینی‌ها یه گوشه، سفیدا یه گوشه، همه هر کی تو گروه خودش بود. منم میرفتم میپریدم، مثلا میرفتم با یه دختر تو این یکی بلاس می‌زدم، با یکی اونجا رفیق شدم، با فلان. من همیشه سعی این بود که مثلا با همه جور آدما رفیق باشم، چون برای خودم جذابه مثلا این که با آدمای جدیدی آشنا بشم، به همش گیر بدم توی گروپ خودم. ولی این نژاد پرستی که توی سفیدای اینجا وجود داره خیلی واقعیه. و حتی یه اتفاقی میفته که ببین، حالا اینو نمیدونم بازم بحث همون میدیا یا فرهنگ، همین واقعا تا این حرف احمقانه همین معلم دینی واقعا تهاجم فرهنگیه، یعنی واقعا وجود داره این داستان. این فرهنگ یوروسنتریک خیلی تو دنیا غالب تره به خاطر خب چه میدیش اخبار، چه نیوز کورپوریشن های گنده باشه، چه هالیوود باشه، چه انترتینمنت اندستری و هر چی، و خیلی غالبه. و تا یه جایی که خود بچه‌های مثلا من دیدم، من مثلا هیچ جا خایمالی نمیرم یه سفید بگم که رفیقش باشه، برام مهم نیستش. من اگه آدم کول باشه دمش گرم، بریم با هم جوینت بزنیم، عشق کنیم، حال کنیم. ولی مثلا من اینجا دیدم، مثلا چند پیشا یه دختره رو دیت کردم که ایرانی بوده، بعد دیت که نه، همین هوکاپ کردیم دیگه. بعد میگفتش که آره من بالاخره تونستم نفوذ کنم توی گروه سفیدای اینجا، مثلا بزرگترین افتخارای زندگیش بود که مثلا من بین این بچه کولای اینجا حتی یه خود سرزنشی هم داشت انگار، که مثلا ایول اینا منو بالاخره قبول کردن یکی از خودشون. درسته. نه میبینیم اصلا تونی موریسون نویسنده خیلی شاخ سیاه‌پوستی زناست که راجع به این موضوع نوشته که نجات پرستی سیاه‌پوستان علیه سیاه‌پوستان، ها تو داری نژاد دستی ایرانی علیه ایرانی رو میگی، که داره میگه من چی، یعنی داره ارزش افراد ایرانی رو کمتر میکنه دیگه، میگه یا اول تمام دیگر گروه ها رو داره میگه من رفتم سراغ اون سیاه‌پوستا، الان داره میگه که بقیه ارزش کمتری دارن، من تونستم برسم به اونا. و شکل مختلفی میگیره. من خودم دیروز دیدم این همکارم داره یه ویدیو گذاشته، دو تا سیاه‌پوست نشستن اونجا، بعد دارن حرفا میزنن، بعد میگم این کیه، میگه اینا از همون زمان بوش پادکست دارن، چی دارن. بعد دیدم تمام حرفای مردای پیرزنای سیاه‌پوست که مام بزرگم از بچگی میگفت به من، میگفت فمینیسم اشتباه، همینا دارن تعریف میکنن که دارن میگن آره بابا نمیدونم چی آدم سیاه‌پوست که اعتراض نمیکنه، اون یکی هم که دست کرده و دنبال حتما دست کرده بود، دنبال تفنگش بود که میخواسته که اونجوری کرده، اون یکی هم جورج فلام که تو خیابون سکته کرده، همه رو پشت هم داشتن برغور میکردن. بعد All Lives Matter و از این حرفا و اینا بعد هستن. یعنی هستن که اصلا فرصت طلبی میکنن، یه سری مثلا واقعا گوله این داستانا رو میخورن و همه چیزایی که این بیرون هستن دیگه، این وسطش هستش. آره اون فیلم ترسناکه بود، همین جوردن پیل درست کرده بود. نه اون یکی فیلمش چی بود؟ بذار Get Out. اونم دقیقاً میگفت The Sunken Place. دقیقاً یه متافور بود دقیقاً برای همین کسی که یهو تسلیم به سفیدپوست میشد دیگه. اون یادش با اون متافور اصلا همش در مورد نجات پرستی بود دیگه. اون فیلمه خیلی هم واقعا به نظرم نکته‌ای خیلی جالبی داشتش توی نقد بود، هم اون ترسناک بود هم باز. آره من چپرالا رو خیلی دوست دارم، ولی فکر کن اصلا تو رو بکنن تو مخت اون پشت تماشاگر یه نفر دیگه باشی که بدنت دستش گرفته، اصلا فکرشو میکنم کلاستروفوبیا میزنه بالا، نفس تنگی میکنم. ولی آره دیگه خلاصه این بحثا میگم حالا چیز آخرم که میخواستم باهات صحبت کنم در مورد میدیا بود و اینکه نقشی که میدیا داره یا نقش توییتر رو برای میدونی اینا چقدر اخبار ما میگیم تو آمریکا بگیم یه فری پرس هست، میدونی در مقایسه با مثلا میگم اونایی که تو ایران مثلا میگن این تظاهرات مثلا این شباهت ها یا تفاوت ها رو داره، اینجا باز یه تا حدودی میشه گفت یه فری پرسی هست. حالا اگر پرس من مردم دارن با دوربین صحنه ها اتفاقای واقعی و فیلم میگیرن، یعنی مثلا اگه اون طرف فیلم اون خشونت اون پلیس رو نمیگرفت آیا هیچ وقت فایر میشد؟ میدونی مثل داستان احمقانه سوال فلسفی که اول درس میگه اگه یک درختی در جنگل بیفته کسی نشنود فلان. اگر یک پلیسی ازش فیلم گرفته نشه موقع کتک زدن یک سیاه‌پوست آیا اون اتفاق افتاده یا نه؟ آیا اون سیاه‌پوست اصلا وجود داشته یا نه؟ درسته؟ نه چیزم هستش. اینا نتیجه همین این موضوعه که هممون دوربین داریم دستمون و ببین نقش میدیا که خیلی مشخصه تو جنبش اجتماعی. از همون موقعی هم که ما شروع کردیم به همدی پیوستن خیلی این جنبش اجتماعی پای گرفتن دیگه. از همون گاندی از روزنامه‌ها استفاده میکرد، مارتین لوتر کینگ از رادیو و تلویزیون استفاده میکردن، تلویزیون که نبود اینجوری نمیدونم، بعد از رادیو استفاده میکرد. بعدم که جنبه خودمون داشتیم اینترنت و اینا، بحثی نیستش که یکی بوده اونجا فیلم بگیره دستشه که ما همه این چیزا اینا چیز کردیم، ولی واقعا انعکاسی از این واقعیت موجوده و خیلی خوبه به خاطر اینکه الان سرایت کردن این میخواد واقعا همه این افرادی که ما نگاه میکنیم بهشون که تو تاریخ مبارزه کردن اگه ابزار الان داشتن چیکار میکردن؟ واقعا این سرایتی که میکنه اینجوری سریع پیام ها از این ور به این ور مثلا تظاهرات میشه، بعد فرداش که میشه تا شب ما ببینیم که پلیس ها امروز چه چیکار کردن با تظاهرات، بعد روز بعدش یکی دیگه هم زدن مثلا کشتن، یکی دیگه هم هولدن مغز خورد زمین، بعد فیلماش در میاد. چقدرم فیلمای وحشتناکی هستش. ببین من نمیدونم توی اون خفقان اینترنتی ایران چی گذشت که این همه آدم مردن، حتما اتفاقای خیلی خفنی افتاده که واقعا وحشتناکه. بابا تو آبان 1500 نفر دود الان. آره مثلا تظاهرات اینا چند نفر مردن؟ یه نفرم نمرده فکر کنم، دو تا پلیس مرده. پلیس نه مرگ و میر افرادم داریم، پلیس هم که جایی که مرده توی چیز مرده، توی جریان جلوگیری هم مثلا توی غارت و دزدی و اینجور چیزا توجیه هم میدونم. بعد آدمایی هم که مردن توی اندازی رابر بولت شده، اون یکی با گاز اشک‌آور زدن به صورتش، آس داشته و اتفاقی اینجوری افتاده. ولی کلا بله مثلا این چی میگم اصلا در حد معیار ایران و اینا نیست، ولی تو حالت قالب خودمون نگاه بکنیم خیلی وحشتناکه. فیلم‌ها همین چیزی که داریم نخوایم با جای دیگه مقایسه کنیم، چون الان خود به خود داریم فارسیات می‌کنیم، مثلا پادکست فارسی بخواد با ایران مقایسه کنیم، ولی بزن کنار اصلا میگم آمریکا نگاه کنیم. اصلا بچه‌ها رو گرفته بودن کرده بودن دستشون بسته بودن توی جای قفس مانند که هی تکون می‌خوردن جیغ می‌کشیدن برم می‌کنیم، بعد می‌بینی که اصلا اینا پشت ماشینه که اصلا نمی‌فهمی اول فکر می‌کنی چه قفس وحشتناک کرد، می‌فهمی پشت ماشین اینا رو کردن این دستای بسته همه چپوندن اون تو اصلا خفگی می‌کردن. بعد اونور نشون میداد خون و مایعات از چش یارو چشش رابشر شد، چون که با گوله پلاستیکی زد تو صورتش، این تخم چشش پاره شد. چند مورد اینجوری داشتیم وحشتناک. بعد اگه دوربین نبود اینا رو ثبت نمی‌کرد دیگه. بعد اون جالبیش اینه که اعتراضاتم نیست بر علیه خود، اصلا خود اعتراضات بر علیه خشونت پلیسه و خیلی جالبه که خشونت بر علیه خشونت. بعد همون ما باید معیارای ما وقتی که داریم قضاوت می‌کنیم موضوع رو باید معیارای عدالت آمریکا مقایسه بکنیم. ببین جای دیگه نیستش که خشونت اونجوری مشروع باشه. خشونت توی قالب قانونی آمریکا اون مشروعیت رو نداره که تو جای دیگه داره. یعنی اینکه حق حفاظت شده شهروندان پروتسته. اگر هم چند نفر میان شلم شوروا میکنن، وظیفه پلیسه، وظیفه دولته که اون رو به جاش بگیره و نظر اونا به پروتست، به اعتراض مردم صدمه بزنن و حفاظت بکنه از اعتراض مردم. و این یه خورده خط مرز این که چه چیزی قانونیه و قانونی است میده عقب. یعنی اصلا میگه پلیس حق نداره، اصلا پلیس واسه چی اینجاست؟ ببین چی میگم. بعدم دیگه نرفتیم تو بحثش، ولی یه بحث دیگه‌ش هم اینه که الان ترامپ اومده نظامی کرده قضیه رو، اومده صحبت کرده که ارتش رو بیارن وسط. و اتفاقا بیرون سوام بحثش با بچه‌ها تو دیسکورد بود که اومدیم یه خورده فکتاش هم در آوردیم. اونم این بود که از زمان قدیم اینجوری نبوده که بدون رضایت شهردارا و بدون درخواست اونا همینجوری خودش بیاد، رئیس جمهور بیاد ارتش رو بفرسته برای سرکوب شورش‌ها. رادنی کینگ و اینا بوده، ولی مثلا به درخواست ملت، همون شهردار و استاندار هر چی بوده. اگه بخوای دنبال یه کاری بکنیم که الان ترامپ داره میکنه، رفته جلوی ملت. آخه مثلا تن آدم میلرزه، ما که از ایران جدی اومدیم تن میلرزه. برداشته ارتش رو فرستاده نشنال گاردو که اون میدون شهر رو خالی بکنن که بعد بتونه بره تو کلیسا عکس بگیره، انجیل رو بگیره دستش بالا، بعد پشت اون گاز اشکاورا و اون حسارا اون کسی که آرشدینسیست، یعنی اون کسی که مثلا بگی رهبر اون کلیسا است، یه زنه است، مثلا بگی اون سرکشیش یا هر چی اون کلیسا داره داد و بیداد میکنه که تو گو خوردی که داری این کارو میکنی، تو وجودت علیه تعالی مسیحه، تو کلیسای من رفتی اون توش داری چه غلطی میکنی. تصویر وحشتناکیه. ما ببینیم ما تو آمریکا نداریم، ما تصویر خیلی وحشتناک جای دیگه داریم، ولی این تصویر تو اصلا آمریکا منحصر به فرده که او ارتش همینجوری واسطاده و مثلا صف کشیده که این بره اون تو عکس بگیره بیاد بیرون. و خیلی خنده‌دار دیدی که از یه بار یه ژورنالیست از ترامپ پرسید که آقا کدوم ورس توی انجیل بیشترین ورسی که دوست داری، و گفت خیلی هاشون رو دوست دارم. گفت نه دقیقا کدوم؟ گفت ترجیح میدم نگم، این چیز خیلی شخصیه. معلومه یه بارم که دوباره واس نکرده تو زندگیش خارکسه، یعنی یک بارم واس نکرده. بعد خیلی جالبیش تضادش همینه که این ردنک های که خیلی بایبل هامپینگ عشق مسیح هم چجوری اینقدر طرفدار این آدمن. اونا هم آخه انجیل رو نخوندن، فقط من و تو خوندیم. واقعا میگم اگه بخوای لایک بشی برو کتاب مقدس رو بخون لایک میشی. چیزه نه ولی خب خوندن. ولی راست میگم میخواستم اینو برسم و اینو خواستم ادامه فقط این بحث ببندیش بریم سر چیز دیگه. ولی ترامپ اگه نشه رئیس جمهور، فکر میکنی یه درصد احتمالات که نره بیرون بگه آقا جرزنی کردین و ارتشو بیار؟ من از روزی که این نامزد شد دارم میگم به همه میگن تو کسخلی. حالا ببین چی همش هم اتفاق افتاد. آره چون مثل یه بچه کوچولی تا الان ببین یا میبره یا اینکه جر میزنه. ببین آره همین الان احساس میکنم مثل یه بچه کوچولویی که هی داره پوش میکنه. دیدی مثلا حتی سگ بهتر، مثلا سگم هیچ میگم نه، مثلا هی یواشکی میاد توی اتاق غذا رو بخوره، هی یه قدم امتحان میکنه دیگه، تستینگ دی واترز، ببینه تا کجا میتونه پوش کنه. الانم هیچ کی تا حالا جلوش وای نستاده، هزار تا کار عجیب غریب و غیر قانونی هم کرده، هیچ کی تا حالا جلوش وای نستاده بجز الان مگر اینکه خودمون یه کاری. آخه الانم ببین مثلا میگی وایسادن، ببین الان خودش چیکار میکنه؟ 1% نمیاد که حرف از یونیتی و وحدت بزنه. بله. داره دابل داون میکنه، توییتاشو نگاه کن، میگه لا اند اوردر، نو نیلینگ، نمیدونم جو بایدن says defund the police. یه تیک داره میگه من آدمیم که اتهام پول پلیس رو 2 برابر میکنم، من فلان میکنم. یعنی داره تو اون کمپ و جبهه خودش هی داره بیشتر دابل داون میکنه کاملا 100%. و اینکه خیلی خطرناکه و به خاطر اینکه ما نمونه هاشو دیدیم. رئیس جمهور میان، اوباما خودش با ملت اومده و بیرون اکسس هست توی این شرایط، میومد بیرون با ملت قدم به قدم وای میساد، برای خشونت پلیس اعتراض میکرد. البته از اونورم میرفت درون میکرد یه مش بچه بدبخت توی خاورمیانه. ولی خب همون درسته، این دوگانگی وجود داره. ما بحث سیاست خارجی آمریکا متاسفانه چه دموکرات چه ریپابلیکن همشون یک وای میخورن توی خارج از آمریکا. این بحثا با اینکه چه متفاوت تفاوتش داخل آمریکاست. ولی کاری که این داره میکنه دابودان کنش خیلی خطرناکه. سخنرانیش باید به نکات دقت بکنیم و باید من فقط این به نکاتش پیش چی میگن نکاتش گوشزد میکنم به خاطر اینکه باید تو خود بطن جامعه آمریکا باشه بفهمی. برداشته 8 دقیقه 5 دقیقه سخنرانی داشته وقتی رفته پشت ارتش و اینا، همین رفته تو کلیسا و اینا، چی گفته؟ گفته که من میام من حفاظت میکنم از جان و مالش، از مال جان، از مال شما و از Second Amendment رایتستون و از حقوق و تفسیر دوم قانون اساسی. تفسیر دوم قانون اساسی حق حمل سلاح. تفسیر اول قانون اساسی حق تجمعه. بعد سخنرانیش اصلا اینجوریه، سخنرانیش از این دیستوپیاناست که واقعا هم این سخنرانیش هم همه سخنرانیش از سخنرانی اولش این کتاباست که واقعا یه نفر بخواد مثلا 10 سال پیش راجبه یه امی تخری راجبه آینده تاریک آمریکا بنویسه، از این بهتر نمیتونست بنویسه. اینقدر قشنگه سخنرانیش، تاریک قشنگ اومده پشت حالا اون و گاز اشکاور چیشی سرسه ملت اون پشت دارن اعتراض میکنن و این داره میگه که من دوست همه I'm a friend of all protesters، من دوست همه پروتسترها هستم. خب این داره بیلاخ بلندش میده و میگه که there will be justice for George Floyd و به جورج فلان به عدالت خودش میرسه. خب حالا اونو ببینیم. بعد شروع میکنه ولی به تو خاص میگه من حافظ جان و مال ملت هستم، تا جام نمیگه، فقط میگه مال ملت، نمیگه جان، ولی حواسش هست. بعد هم میگه و حقوق تفسیر دوم قانون اساسی، نمیگه اول. اصلا برای چی اینو داری میگی؟ داره نشونه میده به همه طرفداراش. یعنی چی؟ یعنی تفنگاتون آماده کنین، من پشتتون هستم. خب بعدم میگه که من میخوام ارتش رو دیپلوی بکنم که تسلط پیدا بکنن روش، ارتش بفرستن تسلط بکنن پیدا بکنن روی شهرها. بعدم چیز میکنه، بگو انجیل میگیره دستش، بالا تکون میده که نمیدونم یه کسشری راجع به نمیدونم پیوندش با مذهب. بابا این اصلا تو بخواستی کاریکاتور آمریکا رو به صورت یه دونه حرکت که چرخش بکنه به صورت یه دونه حکومت نظامی و مذهبی، باز این درکش خیلی سخته برام، به خاطر اینکه توی خاورمیانه گروه‌های لایک اکثرا با نظامی هستن و گروه‌های مذهبی اکثرا با چیز هستن، مردمی هستن. یعنی میگم این داینامیک خیلی متفاوته. ولی ما فرض بکنیم که این گروه نظامی و مذهبی با هم پیوند خورن، همونجوری که هست، یعنی رفت مذهبی ها میگن که میان ارتش که نمیدونن فلان و اینا، همش کنار هم تاریک میشه دیگه. بعدم آها کلمه که میگیم آنتیفا، برمیگرده میگه که و ملت آنتیفا دارن حرکت میکنن، دارن این کار میکنن اون کار میکنن و میخوام بزنم بترکونمشون. قشنگ تمام آمار رو میده، بعد نشونه قدرت و ترس و وحشت انداختارش هم میده، میاد پایین. همه آدما کف کردن، از ارتش آمریکا اعتراض کردن به این موضوع. تمام جنرالای قبلی ارتش که دیگه اصلا نیست که بیای بیرون از بازنشستگی که بخواد دخالت بکنه تو سیاست، اومدن میگن که این چه وضعشه و اینا. مورخای آمریکا دارن میگن که اگر ما 10 سال 20 سال 35 سال دیگه نگاه بکنیم به ریاست جمهوری ترامپ، این لحظه کمو یادمون خواهد بود که واسطه داره میگه که من ارتش آمریکا میفرستم که توی ایالت‌های مختلف چون میگفتش که چه بخوان چه نخوان، اگه بتونن میکنن، اگه نتونن ما میکنیم. یعنی چه بخوان چه نخوان زمام اون شهردارها و استاندارا وضعیت رو درست بکنن، من میفرستم. و اینجور تکون داد تو صورت تو دوربینا. این لحظه خیلی غم انگیز و تاریکی هستش که حالا آخرش ببینیم چی میشه. ما میتونیم که هول بدیم به اون سمت مخالف و بعد از مایی که حرف میزنیم دیگه آدمایی به جبهه ما پیوستن که از ارتش هستن، خاطر اینکه آدم‌ها که این 4 سال ترامپو که نگاه نمی‌کنن، آدمایی هستن که میهن‌پرست هستن توی آمریکا، آدمایی که تو ارتش هستن دارن میگن که ما ارتشمون هیچ وقت نمیفرستیم دنبال این که ملت آمریکا رو بکشه. بعدش شما میگفتم بگو بحثم یه خنده‌داره که این ایرانیایی که به ترامپ رای میدن خیلی برام جالبه، به خاطر اینکه خیلی وقتا من احساس میکنم که برخلاف اون چیزی که میخوان دارن رای میدن. یعنی مثلا یعنی حداقل در مورد یه موضوع میدونم، حالا نمیدونم همشون اینجوریان، چون بعضیشون شو از لحاظ اقتصادی نگاه میکنن، خب اقتصادم خب ظاهرا بهتر کرده یه جورایی. ولی در مورد چیزی که میخواستم بگم اینه که اون دست ایرانیایی که خیلی فاز اینو دارن که ترامپ ایران رو برکنار میکرد، این دولت رو، و یه انقلابی رو مینداخت یا حمله میکرد، حالا هر کی، اصلا اینطور نیست. ترامپ حتی اعلام کرده رسما که این دنبال دیله. همین الان توییت زده چند روز پیش که آقا ایران منتظر نشین من دوباره ببرم. توییتش تو توییت اینو نوشته، منتظر نشین که من دوباره ببرم، همین الان اگه دیل خوب بخواید الان با من بیان ببندین، بعدن دیل بدتری گیرتون میاد. این رسما اعلام کرده که اصلا هیچ وارد جنگ نیست، دنبال این نیست که برید به جنگ و ترجیحش اینه برای فوتو آپش، برای پابلیسیتیش، برای اینکه خودشو قهرمان نشون بده، این 100% میخواد دیل ببنده که بگه من ببین دیل اوباما رو انداختم دور، خودم یه دیل خفن‌تر درست کردم. درسته. و من اینو بحثش میتونم بدم. دو تا مورد گفتی، یکی اون اولیش گفتی که بله منافعشون رای میدن، و من اصلا میگم این مشکل بوده هم مدت‌ها در زمین ریپابلیکن. من اینم بگم من طرفدار دموکراتام نیستم به اون سجبه. حالا تو شاد با این سر این بحث، من فقط در مورد خودم بگم نه بایدن رو دوست دارم نه ترامپ، که برای منافع خودشون رای میدن، همه افرادی که به ترامپ رای میدن برای منافع خودشون. و این برمیگرده به سرفه‌های سرطانی من، نه برمیگرده به ماهیت پوپولیستی ترامپ، به خاطر اینکه ببین وقتی که یه سری آدم هستن که تو عمرشون گذاشتن تو سیاست که یه سری کارا بکنن که تغییرات ایجاد بکنن، یه سری داره این زندگی کاریشون که مثلا بگن انقدر سال سناتور بوده، انقدر سال فلان بوده، بعد رئیس جمهور شده، بعدش هم میخواد یه گوی دیگه بخوره و توی این قالب میمونه و تو قالب حزب و اینا. آدمایی که رفتن به ترامپ رای دادن به دلیل اینکه از دستگاه نیست و از این کسشرا بهش رای دادن. بعد ولی خب اتفاقی که میفته اینه که همه چیزی که ترامپ هست الانه، یعنی اینکه قبلش تو بخش خصوصی بوده، بعدش هم بره تو بخش خصوصی، همه حرفش الانه، همه نفعش الانه، و برای همین میاد چی میشه مثل پوپولیست میفته. ببین پوپولیست از اولین دموکراسی ها بود و تعبیر میشه به عنوان خوره، به عنوان یه دونه پاراسایت، یه دونه آفت که میفته به جون دموکراسی. چجوری میفته به جون دموکراسی؟ اینجوری میفته به جون دموکراسی. ملت دارن رأی میدن برای منافع بر راستای منافع خودشون، آگاهسازی میکنن در منافع خودشون، بعد به هر دلیل دنیای سمتیه یا در چالش‌های سیاسی یا به هر دلیلی یه سری منافعشون ایجاب میشه، یه سری منافعشون ایجاب نمیشه، پوپولیسته میاد تو. بعد این نارضایتی تو آمریکا هست دیگه، ترامپ نارضایتی شناخته دیگه. مثلا میگم به صدای شرایط خیلی میتونم عینی بگم، شرایطی که توی چند دهه اخیر تو آمریکا و در جهان رخ داده اینجوری که یه سری بیکار شدن. حالا اون یورو مثلا معدن زغال کار میکرده، توردات از آمریکا رفته چین، هدات دلایل دیگه‌ای داره، همه این ناراضی‌ها رو جمع میکنه. مثل همون خمینی که میگفتش که با آب مجانی، برق مجانی، گاز مجانی، یه سری قول بهشون میده، سری قولایی که اصلا رئال نیست، واقعی نیستش. وقتی هم که موفق نمیشه میندازه تقصیر گروه مقابلش. یعنی چی؟ یعنی این قولا رو داده به همه اینا. خب که اقتصاد آمریکا چی میشه، زندگیتون اینجوری میشه، اونجوری میشه. حالا که بدبخت شدیم، حالا که این پاندمیک رو ریده، حالا که هم اتفاق افتاده، میندازه تقصیر چی؟ خب اتفاقی که میفته اینجوری پوپولیستی میفته به جون چی و تمام به افراد توجیه میکنه، به افرادی که اصلا مشارکت نمیکنن تو پروسه سیاسی، چون که تو سطح مشارکت نمیکنی تو سیاسی، فقط بگی رای میدی چون از دستگاه نیستش. خب آگاهی کمتری برخوردار هستی نسبت به این مسائل و اونا رو مجاب میکنه که بهش رای بدن. چه جوری به من رای بدین؟ من همین چیزی که شما میخواین. ربطی به واقعیت نداره، ربطی به ریال پلیتیک نداره که چه چیزی ممکنه چه چیزی غیر ممکنه. ببین چی میگم؟ فقط میگه که من اون چیزی که شما میخواین بهتون میدم، بیاین به من رای بدین. وقتی هم که موفق نمیشه بده، میگه من خواستم بهتون بدم، ولی چین نداشت، ولی دموکرات ها نداشتن، ولی نذاشتن، بازم بهم رای بدین این دفعه من کارش میکنم. دو تا تقلبا اون پشت میکنه، بعدم زیر میدیا هم میزنه. همه این کارا با هم دیگه است دیگه. ببین آخه ما میشناسیم، احمد اجداد این کارا رو کرده تو ایران. به خدا هر پوپولیستی تو هر گوشه جهان این کارا رو کرده. مسئله اینه که یک کسی که میفهمه این چیزا رو، میشناسه این چیزا رو، ولی متاسفانه کسی که نمیفهمه یا دنبالش دیگه و زیادن و رای میاره. خیلی فکت زدیم در مورد پالیتیکس، اصلا قرار نبود. دیگه شد دیگه. البته دنیا این وضعیت دنیای امروز دیگه. منم پادکست قبلی مثلا خیلی افسرده بودم، بعد که دادم بیرون یه هفته واقعا اصلا حرفی نداشتم برای گفتن. امروز بابا خوشحال باشین، ما همین خوشحالیم، با خوب خدا داریم تو خیابون میرقصیم تو گاز اشکاور. نه جون تو مشکل نیستش بابا جون، ما خود با درستش میکنیم اینجا. حالا دیدین ساختمون آتیش گرفته، به تخم چپتون باید بسوزه. تمام ساختمونای کل آمریکا، خونه‌های همه سفیدپوستای آمریکا فدای جون یه نفر دیگه سیاه‌پوست نکشته نشه. یعنی جون از مال ملت بالاتره. زیاد قصه‌ش نخوری. کسی الان نمیره کسی رو بکشه اینجا. کسی دنبال خون کسی نیست. ولی واقعا یه پارتی هست تو من نمی‌دونم تو همم هست یعنی، ولی I just want to watch it all burn down. نمیدونم، خیلی حس بدا، یه حس کیاتیک هرج و مرجی نایلیستیکی توم که از این طرف از لحاظ عقلانی کاملا میفهم که آقا این بدبختا مثلا، البته اون کورپوریشن های گنده کونه لقشون واقعا، ولی این مامن پاپا خب خیلی نامردیه. ولی مثلا از یه طرف هم میدونم از عقلانی که اصلا این کار اشتباهی، آقا بچسب مسالمت آمیز به هدف، به اصل داستان، به اون چیزی که براش میخوای به جنگی بهش برسی. ولی از یه طرف هم وقتی میبینم این ساختمون رو دارن میترکن، اصلا یه چیزی توم انقدر خوشحال میشه که اون چیز پلیس آتیش گرفته بود جیغ داشتم میکشیدم. آره بابا نه والا مهم نیست. آره این سمبل چیزه واقعا، آدم یه ماشین پلیس آتیش زده میبینه و اصلا یه هیجان خاصی داره. نمیدونم حالا تمام این جامعه کاپیتالیستیه، یه پیوندی هستش که میبینی که مثلا کورپوریشن گنده هستش. بعدم اینکه تو این مام پاپ شاپا رو بگم، مثلا من چند حرفم استثنا داشته باشه، تو بری یه دونه مغازه رو پیدا کنین که یکی آتیش زده، خیلی هم بده. ولی کلا یکی سراغ مام پاپ شاپا زیاد نمیرن، سراغ آتوزون. ببین یه سری آخه اینا تبلیغات کسکشی کردن، همه اینا حساب شده است به براستای نجات پرستا و در راستای پول دادن به اداره پلیس و فلان و اینا، به اونا حمله میکنن. یک، بعدم آدم توش نیست، آدم نمیکشن. دو، بعدم خیلی جالبه، هم درسته همین حرف که تو میگی، الان پا شدن همه دارن تو با تفنگای خودشون که قانونیه تفنگ دارن جلوی جلوی مغازه مامن پاپا ملیشا چیز شده که این اصلا دلیل اصلیه این تاسیس دوم قانون اساسی آمریکا همینه که به صورت خودجوش دست جامعه بتونن خودشون دفاع بکنن. و الان جلوی همین مغازهای هندیا میبینی، هندیا با تفنگ واسطادن اونور، چینی‌ها با تفنگ واسطادن اونور، سفیدپوستا دارن جلوی مغازه سیاه‌پوستا دارن از دفاع میکنن. بعدم دارن بعد خیلی با هم میخندن، دارن با معترضان میخندن، بعد میگن امیدواریم که چیز بشه، جورج فلان ایجاد بشه. بعدم میگن که والا ما فکر کردیم اینجا، من یه ردنک هم من مصاحبهش هست تو اینترنت نگاه می‌کردم، بعد من خودم دیدم مغازه مختلف، ولی من دیدم هندی مندی بودن. ولی آره میگفتش که من فکر کردم اگه اینجا واسم با تفنگ، اگه پلیسی بخواد با بذاره پاش رو گردن یه آدم دیگه شاید تخ نکنه، گفتم تفنگمو بردارم واسم اینجا. دم همتونم گرم، بلک لایفز ماتر و مثلا می‌بینید یه حالت اینجوری داره پیش میاد، همون داریم دور هم جمع میشیم که این قضیه رو پیش ببریم. اگه اون بخواد تفرقه بندازه، حالا همین راه زیاد داریم، ولی جریان مثبته بابا. ولی اینم میگم هی بیشتر و بیشتر دارم میخونم در مورد آدمایی که میخوان بزنن خارج از شهر. یعنی اصل حرف همون حرف من تو بیابون، حالا هزار دفعه ما اینو هی میگیم، هر دفعه این فارم و بیابون و آن دی رود و ون لایف و از این حرفا. ولی یه فقط الان متوجهم واقعا یه ایده فقط رمانتیک احمقانه ای نیستش. یعنی وقتی در موردش هی حرف زدم و نمیخوام بگم چه اتفاقی قرار بیفته، ولی اتفاق با حال جالبی، نمیخوام خودمو جینکس کنیم و چش بزنم، ولی قراره تو همه راستای اتفاقای جالبی بیفته برامون. و مثلا راجبش حرف میزدیم، من یادم اون موقع با اریل راجبش حرف میزدیم، میگفتیم که ما دو نفری نشستیم بالای تپه‌مون، بعد تمام این بچه‌ای که الان سر کارشون هستن، نمیدونم اون خونه خریده، اون بچه داره، اون چیشی داره، اون چی یکیشون، اون یکی با قایق میاد، اون یکی با اسب میاد، بعد کل دنیا داره میسوزه و ما نشستیم میگه بیا بابا بیا بابا، اینجا داریم غذا، داریم همه چی داریم، ماهی گرفتم همه اینا یکی یکی بیام به ما پناه ببرم. میگم بابا تو نه، بعد میگم بحث اینه که ببین بدون تعارف، ببین توی شهر بزرگ نمیشه کاملا پلیس رو نابود کرد با اینکه مثلا انقدر دیوونه و احمقم. باید به نظر من یکی از بهترین راههای ریفورم پلیس این اکسترا بک‌گراند چک و آموزش‌های درست که بابا با یه انسان دیگه اینجوری برخورد نکنه، چقدر پیچیده است. یارو داره میگه که من با مقاومت نمی‌کنم. خب وقتی اینو میگه تو اصلا گاردتو بیار پایین، اصلا چرا میدونی. حالا اون نمیخوام دوباره برگردم تو اون بس یه عالمه حرف زدم. آره من ولی فقط اصلا من گسترش نمیدم، ولی مشکلش اینه که حفاظت میشن، تعلیم میبینن، ولی اونم که بخواد کار خلاف بکنه میدونه که به جایی نمیرسه. اتحادیه داره، یونیون داره، یه سری چیزا که ازش حفاظت میکنن که باید به اون چیزا رسیدگی بشه. آره. و حالا پوینتی که می‌خواستم برسونم این بود که اگه تو این کامیونیتی‌های کوچولوتر ببین، تو نگاه کن همین وایلد کانتری اوشو، نمیدونم دیدین راجنیشیز، این داکیومنتری اگه ندیدی من هر چقدر تاکید کنم واقعا کافی نیست. یکی از جالب‌ترین داکیومنتریه که تو عمرم دیدم و خودم مثلا خیلی چیزاش برام جذابه، همین کامیون داشتن و این یه سوسایتیه نمیدونم 10,000 نفری توی برهوت ساختن و همه هم خیلی منظم و همه احترام و همه داشتن، همدیگه رو دوست داشتن و فلان. حالا یه سری کالتیست بازیای یه ذره عجیب غریبم بود توش، ولی آدم چرا نتونه همون سوسایتی رو بسازه بدون اون افرادگراییاش، میدونی، بدون اون نه اینا که معروف میشه نیست، دراما داره. ما چیزایی که میشنویم اون مدلاش که مثلا یه رو کات را انداخته بود، مثلا داشتن میپرسیدنش و بچه‌هاشو میدادن بهش که شب بکنه و اینا. اون دو سه تا داستان اینجوری که میشنویم، ولی هزار تا کامیونیتی خیلی سالم و اوکی هستن که دور یه سری مزرعه دارن کار خودشون میکنن. خب بله توی این کسخل بازی دنیا هم 4 تاشون کسخلن، وای یارو مثلا همه خودکشی دست جمعی کردن که برن فضا. خب بعد اون کسخل بودن. آره اونا کدوم بودن که رفت فکر می‌کردم براین جونسون بود، 700-800 نفر بودن که they drank the Kool-Aid دیگه، فکر می‌کردن میرن به جهان نمیدونم اونوری و آره، ولی خب اکثرا نه بابا دارن زندگیشون میکنن دیگه، توی بازاره اینجا دارن زندگیشون میکنن، سعی میکنن به خودکفایی برسن که بعد اینترنت ازش اونجا کتاب از چیزهای best practice های همدیگه رو مشارکت میذارن که آی مثلا این کارو بکنیم برداشتمون بهتر میشه، از آفتا جلوگیری میکنن. خیلی محیط سالم و جالبیه. من که آره واقعا حالا این اتفاقی که قرار بیفته اگه به همه چیش اوکی بشه، که من خیلی هیجان دارم که این قدمو بزنم، به خاطر اینکه این قدمو بردارم، به خاطر اینکه خودمو دارم دوباره توی موقعیت قرار میدم که اصلا بفهمم که چی به چیه داستان، اصلا چندم این کاره هستم نیستم، انقدر فک زدم عاشق این زندگیم تو نرم والنتیر کنم توی فارم و یه ذره کار کنم دستامو کثیف نکنم، اصلا نمیفهمم قضیه چیه. و با خیلی هم صحبت کردم، خیلی تحقیق کردم و همه میگن خیلی سخت‌تر و پیچیده‌تر از اونی که فکر میکنی، ولی اون آرامش و زیبایی که مثلا آدم سر زمین خودش داره و اون توی بیابونه و اینا اصلا خیلی نمیشه روش واقعا قیمتی گذاشت. بعدش اگه هر از گاهی آدم حوصله‌اش سر میره دوباره سوار ون میشه و میره اونور قاره و ماها چون من و تو آدمایی هستیم که خیلی تنمون میخوره واسه، یعنی یه جا نمیتونیم کنه اون رو هم بیاریم. برای همین این ایدت هم خیلی دوست دارم که مثلا یه علاق قشلاق 6 ماه سال اینور یا 5 ماه یا 4 ماه اینور 3 ماه اونور 2 ماه اونور، این خیلی ایده باحالیه. این تنوع هم خودش آدمو خیلی میتونه هی شارژ کنه و اینا. و فعلا بذار ما قدم اولو بزنیم، بریم سر این فارمه و ببینیم چی میشه داستان. خیلی میام خیلی خنده داره برام که یه رویای احمقانه‌ای که ته ذهنم همیشه بود و هی تو داشتی در موردش حرف می‌زدی و یه سری آدمای دیگه‌ای که دنبالشون می‌کردم اینو میگفتن و این پادکست رو باید شروع کردم، بعد هی بیشتر در موردش حرف می‌زنیم و کم کم داره نزدیک دارم لمس می‌کنم، اونقدر دور نیست این دنیا. و بعد این حس جستجویی که داریم، این حس جستجو خیلی حس این چیزیه، این خیلی ترید مارک آمریکاست، این خیلی خاص آمریکاست. حالا نگیم ببین افراد بچه وجود داره، ولی نوع آمریکاییش اینه که چون نیست 50 تا ایالت داریم، هر بعد خیلی قدرت‌های بیشتر زیاد داشته به دولت‌های محلی که واقعا اون استیت تعریف میکنه که مثلا زندگی شهروند چجوریه. بعد نیست نظام آمریکا بر پای آزادیه. البته اونور معادله هم فراموش نکنیم، یه عالمه آدم پاسپورت ندارن و هیچ وقت از ایالت خودشون هم بیرون نرفتن. آره. در حالی که الان تو ایران آدمایی هستن که آرزوشون بود که بتونن سفر برن اروپا یا هر جا. پاسپورت ایرانی با آشغال‌ترینه، با دستمال توالت زیاد فرقی نداره، یعنی اصلا آشغال‌ترین. درسته. بعد مسئله اینه که تو خود آمریکا خیلی هم نرفتن، ولی همش داستانش میشنویم که مثلا رفتیم از این ایالت با ماشین به اون ایالت و زندگی جدید تشکیل دادیم و بعد این امتحان کردن. این چیز، این حسی که تو رو برداشته یه حس طبیعیه که منم همیشه داشتم اینجا و به همه پیشنهاد میکنم که این آمریکایی دیدن جریانه. تو آمریکا شمالی رو زندگی میکنی، باید بری این ایالت، باید بری اون ایالت، باید این امتحان کنی، باید این قانون اینجوریه که این سکس ازم میگیرن، اونجا به من این امکانات زمین میدن، اینجا هواش اینجوریه، اینجا شکارش اینجوریه. بعد اینجا نیست، این اتوبانای آمریکا درندش و دراز، ماشینم ارزون. اگر بگیم آمریکا از جای دیگه آزادتره، همینجوری چیز ساده است، نمیشه طیف آزادی تعریف کرد. آزادی رو آمریکایی‌ها اختراع نکردن، ولی اگه بیایم تعریف بکنیم نوع آزادی آمریکایی رو، اینکه سواری ماشین بشی بری یه حالت دیگه جایی که قانون یه جور دیگه سیشی نمیچسبه، اصلا یه رمانتیسیزم خاص مدل آمریکایی که تو آهنگا و شعرها و چیزی ازش الان تو دل تو هم گرفته و لازمه. ما اگه از اول بریم اینجا، بعد هم میبینم هر کی از ایران میاد اینجا بهش میگم ببین تو اول تجربه بکنی، بعد هر کی از رابطه رسید به اینجا اگه تصمیم بگیری که همونجوری میخوای زندگی کنی، من میخوام برم کار بکنم، همون مدل ایدئال هومه‌ایه که ای هومه‌ای تو آمریکا هستش، میام تو زندگی میکنم، مسافر ماشم میرسم میشم برم کار برمیگردم، بازی باختی. شروع کنیم بریم ماجراجویی تا پیدا کنیم که بهترین زندگی برای ما چیه توی این 50 تا ایالت و 1000 تا مدل و 300 میلیون نفر و خیلی هیجان داره. آره من خودم میگم همین چند ماه پیشم سعی کردیم موو کنیم الی و کلی ضرر کردیم و وسایل رو جابجا کردیم، بدبخت شدیم و خودت هم در جریان بودی دیگه. ولی من با همه ضررها و بدبختی و سختیاش میگم بابا یه ادونچر باحال، یه خاطره خوبی شد با اینکه کنون پاره شد و ما شدیم برگردیم. ولی اگه نمی‌کردیم اون همیشه منو دیوونه می‌کرد. این من داستان نمیدونم چقدر گفتم تو این پادکست، بازم میگم یعنی من روحیم یه جوریه که یه چیزی تنم میخوره براش، اگه انجام ندم تا آخر زندگی خودم رو سرزنش میکنم. یعنی انقدر تو ذهنم اگه تو حداقل میام یه چیزی رو امتحان میکنم و میگم آقا ریدی، شکست خوردی یا نتونستی یا شد. همین داستانم در مورد چه میدونم رابطه و این چیزا، یکی از تای دلم واقعا دوست دارم و میخوام بهش برسم، میرم یه جوری میفکر فهمش میکنم، منتظر نمیشم، میگم آقا من تو رو دوست دارم، یا حال میکنه با هم نمیکنه و موو آن، اصلا برام مهم نیست. الکی نمیذارم هیچ وقت سیچویشن هم توی حالت وات اف بمونه تو زندگی. آره. بذارم دست شانس. افسوس کارایی که نکردی و میخوری واقعا، زیاد افسوس کارایی که اصلا کردی و نگرفتی رو نمیخوری. نه اصلا همینجوری هم. آره اتفاقا آره. یه پسره برام وایس گذاشته بود که رام من گوش کردم به این نصیحت اونی که دوست داشتم بهش گفتم و با هم دوست شد. یه نفر حداقل اتفاق خوبی براش افتاد. آره بابا منم مسیجای مثبت گرفتم زیاد، مسیجای منفی هم گرفتم، ولی مسیجای مثبت خیلی زیاد گرفتم که یاله یه حرفی زدم یه تأثیری گذاشته، حرف دیگه زدم تأثیری گذاشته بود. خیلی خوشحال شدم. آره خیلی بچهای باحالی هستن آدمایی که مسیج میفرستن و اصلا با ما در ارتباطن توی کامیونیتیمون اینور رو. میگم همین الان این کامیونیتی که ما داریم اون دهکدمون، همون اون اگه فیزیکال میکردیم تو واقعا فکر میکنیم با اینکه مثلا چه نزدیک 1000 نفر آدم اگه باشه مثلا، تو واقعا فکر میکنین که ما چقدر لازم بود پلیس بذاریم توی اون قبیلهمون؟ خب آره دیگه پیشنهادایم که داره میشه در راستای پلیس اینه که برای آدما اگه تو قبیله‌های کوچولوتر زندگی کردن و همدیگه رو اعتماد بیشتری دارن و همدیگه رو قبول دارن، خیلی راحت‌تر میتونن زندگی کنن بدون نگران اینکه آقا هر شب مثلا فلان بشه. اگه یه ریسورسی باشه و زمین بگو. از شمس یه بار پرسیدن که زندگی ایدئال چه شکلیه، میتونیم نگاه کنیم مصاحبهشو. بیا همین چیزی تعریف میکنه، همه گیلدای مختلف ما، یعنی میگن اون آنارشی که تو میگی آنارکیست دیگه، میگن آنارکیست از این هرج و مرج ایدئات خاصی داره، عدم سازمان مرکزیه. بعد همینجوری هی کوچیک کوچیک قبیله‌های تخصصی روی منابع و امکانات هر منطقه متمرکز، ولی خب سیال بین این گروه‌ها افراد میتونن حرکت بکنن. خیلی حالت خاصی و خیلی جالبی رو تعریف میکنه که یاد اون افتادم داشتی میگفتی. راحت چی ما دسته باید هر چی دولت رو سرمون. آره اصلا از بچگی از این سمبل اتوریتی متنفر بودم، یعنی اصلا پلیس چه ایران چه اینور میبینم اصلا، یعنی میگم هم اینور خارم آگاهی هم اونور و البته تو ایران مثلا پلیس اونقدر نبود مثلا راهنمایی رانندگی اونا، ولی این پلیسایی که با خشونت و این سپاهی و بسیجی و کوفت و زهرمار و امر به معروف و نهی از منکر و اصلا اینقدر آره لیر آدمای شخصی و لباس شخصی مدل خودشون دارن که اصلا مسخره است واقعا. آره بعدم ابزار دیگه، چی میگم مثلا چرا میگیم پلیس بده؟ واسه که ابزار دولت مردان، در صورتی که راستش در این که به خدمتی رو بکنه. میدونی هیچ وقت مثلا خونه‌ات آتیش میگیره، زنگ میزنی به آتش نشانی، به پلیس هم داری زنگ میزنی به پلیس، ولی اینجوری نیستش. ولی اینجا پلیس بعد آدمو زیر میکنه، آدمو دنبال میکنه، مثلا چراغ ماشینت سوخته دنبالت میکنه، بعدم بهت گیر میده که نمیدونم کاغذت کو، بعد دست که میکنی توی اون یکی صندوقت میگه که تفنگ داشتی، میزنن میکشنت، بعدم یه میزین دنبال آدم دارن میکنن. تو هیچ وقت مثلا چه میدونم تو وقتی که زنگ میزنی که آهای مثلا مریض شدم، زنگ میزنی آمبولانس میاد، تو فرض کن مثلا یه همچین زندگی داری میکنی دکتر بیاد لگد بزنه تو خونت، بعد آمپولو بکنه تو کونت بعدم بکشدت. خب این هم مثل پلیس دیگه، اصلا کار تو این نیست آخه. واسه نفهمیدیم اینا که هی ابزار دولت‌ها شدن، همینجوری سانبار فکر کردیم که باید این پلیس این کارا رو بکنه. پلیس قرار نیست دنبال کسی بکنه اصلا. چه میدونم دو واقعا دیگه دلم خونه داد، دست گذاشتیم رفتیم برگشتیم سراغش. دود کم کم بریم. واقعا دمت گرم. من فقط یه چند تا نکته رام بگم که این هفته تو فیلم ریویو با مانی ما فیلم کشه یا هیدن مایکل هنکه رو ریویو میکنیم. اگه خواستین ببینید برای اینکه سپویلر نشه برین اون فیلم ببینید. کشه یه فیلم فرانسوی، فرانسوی دیگه. آره. بعد آره یه دوست دیگه هم یکی رو یه خانم خیلی جالبی، داستان خیلی جالبی داره، اون میاد صاحب. بعد توکان ایستانی که همتون میشناسین، کاریکاتوریست، منتقد، نقاش و غیره. اگه سوالی براش دارین حالا بعدا تو توییتر هم میذارم دیگه. جیسن هم که هست مثل همیشه، هر چند روز یه بار. خودم اصلا یه ذره از رو خودخواهی خودم فکر میکنم جیسن رو میارم، چون حالم بده، میگم جیسن بیاد اینجا حرف بزنه یه ذره حالم بهتر شه. من همیشه تو دلم پره، زنگ بزنی. آره تو همیشه فک میزنی نانستاپ. هر وقت خودم زیاد حال ندارم حرف بزنم یقه تو رو میگیرم. دود دمت گرم، ولی خیلی کمک میکنه حرفایی که میزنی و اصلا یعنی این کانورسیشنامون واقعا من تو ابد میتونیم با هم همینجوری فک بزنیم، انقدر تاپیک هستش که باید یه اپیزود بشینیم. تا چند وقت هی ابسسیولی دارم چیز رو نگاه میکنم در مورد دون، هی میخونم و فیلم یوتیوب نگاه میکنم، خیلی چیزا. چون میدونی که دون جدیدم کتابای دوم سوم چهارم پنجم تا هشتمش رو بخونی دیگه، اولش خونی. ببین من نشستم ریویوهاشون رو خوندم چون دیگه گفتم این همه جلد دیگه کتابای دیگه هست آخه الان دارم میخونم که کوتاه بقیه‌شون خیلی باحاله. کوتاه آره خیلی دون باحال. همتون بریم بخونین دون، هر کی اینو میشنوه یه حرف منتون باشه برین دونو بخونین، قبل از اینکه فیلمش بسازن ببینمش. ولی این دفعه خوب میشه، کارگردانش خوبه، اونی که اولیه ریدن توش. ولی آره حالا من تو رو به زودی میبینم فکر کنم. و آره اگه اون اتفاق افتاد که دیگه من و تو پادکست های بیشتری هم خواهیم داد بیرون با. آره بابا بزن بریم. آقا دمت گرم دود، من برم. خداحافظ. میبینم شب بخیر. همه خاطراتی که داشتیم ما با هم نمیتونم بسوزونم حتی توی جهنم. تو رفتی و هنوزم هیچ کسی نمیدونه. عشق و هر دومون کشتیم، خاک کردیم تو این خونه. نمیخواستیم لحظه ای رو با هم از دست بدیم، نمیخواستیم بدون هست از اینجا تنها بریم. ببین حالا من و تو به کجاها رسیدیم. چی شد از این خواب خوب به این زودی پریدیم. شاید یه حسرت ساده باز از تو گم بشیم تو هم تا هزارو نمیدونم چند. حسی هنوز بین ما هست. سخت باورش اما کم شدیم ما از هم. پر میشه تنهاییمون، فراموش میشه کم کم.